پیام‌های محکومیت قتل عام بزرگ در اشرف، گرامی داشت شهیدان و ابراز همبستگی و همدردی. دبیر کل سازمان خبات کردستان ایران کاک بابا شیخ حسینی طی پیامی در همدردی با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت نوشت: بار دیگر شهر اشرف شهر زنان و مردان قهرمانی که تمام وقت خود را وقف آزادی و استقرار حکومتی مردمی و دموکراتیک در ایران کردند، مورد تهاجم تروریستی وحشیانه نیروهای پاسدار و نیروهای اجیر شده حکومت مالکی قرار گرفت که منجر به شهادت فرزندان رشید مجاهد و مبارز شد. بی تردید این تهاجم تروریستی که توسط سپاه قدس و نیروهای امنیتی حکومت مالکی علیه مجاهدان در اشرف صورت گرفت، مأموریتی بود که به طور مستقیم توسط خامنه ای ابلاغ شده بود. رژیم وحشی و تروریست آخوندی با خیال خامش می کوشد تا اراده مجاهدین آزادی خواه را مستأصل نماید. اما همان گونه که مجاهدین در گذشته اثبات کردند، جنایات وحشیانه و فشارها هیچگاه از ایمان و پایداری و استقامت آنها نمی کاهد و جنایات رژیم پلید آخوندی و حکومت دست نشاندهش در عراق آنان را از ادامه مبارزه و پیروزی محتوم باز نمی دارد. ضمن محکومیت این جنایت هولناک نیروهای رژیم آخوندی و نوری مالکی، از سازمان ملل متحد و دولت آمریکا می خواهم به مسئولیت و تعهدات و توافقنامه‌هایشان در مورد حفاظت از مجاهدان در شهر اشرف و لیبرتی متعهد باشند. همچنین خواستارم که نیروهای کلاه آبی برای حفاظت و امنیت مجاهدین در اشرف و لیبرتی و توقف تمامی تجاوزات و تهاجمات احتمالی دیگر فوراً اعزام شوند. حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران طی بیانیه مشترکی در محکومیت حمله به اشرف، ضمن ابراز همدردی با سازمان مجاهدین خلق ایران و خانواده‌های شهیدان اعلام کردند: با توجه به گزارش خبرگزاری‌ها، روز یکشنبه 10 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی، اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران مورد حمله نظامی و خمپاره باران قرار گرفت و طی این اقدام ده‌ها تن از اعضای این سازمان شهید و مجروح شدند. هرچند تا کنون تمام جزئیات این یورش نامعلوم است، اما بدون شک فرمان این حمله نظامی و اقدام تروریستی از سوی رژیم اسلامی ایران صادر شده است. سپاه پاسداران رژیم ایران این اقدام را انتقام الهی توصیف کرده و خوشحالی خود را از این حمله ابراز داشته است و این نیز دلیلی بر این واقعیت غیر قابل انکار می باشد که رژیم ایران سازمان دهنده و مجری این یورش می باشد. پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، حمله به اشرف را به شدت محکوم و اعلام کرد: این حملات در حالی صورت گرفت که ساکنان آن کمپ پناهنده سیاسی و بدون سلاح هستند. بدون شک این حمله با همکاری نیروهای امنیتی و نظامی ایران و عراق صورت گرفته است. از سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل می‌خواهیم که به مسئولیت‌ها و وظایف خود در قبال مداخلات و حملات جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهایش عمل کنند و عملاً علیه این نوع یورش‌ها مواضعشان را نشان دهند. سازمان دموکراتیک یارسان یورش وحشیانه نیروهای تحت امر مالکی و اشرف را قویاً محکوم کرد و افزود: سازمان دموکراتیک یارسان معتقد است که وظیفه حفاظت از جان و مال اعضای سازمان مجاهدین خلق در وهله اول بر عهده دولت آمریکا است، زیرا این کشور در زمان اشغال عراق با امضای توافقنامه آتش‌بس دو جانبه با سازمان مجاهدین خلق تعهد کرده بود از اعضای این سازمان
مطابق بر کنوانسیون 4 ژنو حفاظت کند. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نامدار ایران، در محکومیت حمله اشرف نوشت: دسته ای از مزدوران و آدمکشان سپاه جنایت پیشه پاسداران فرمان فرمایی آخوندی به شهر مجاهد ساخته اشرف شبیخون زدند و گروهی از هموندان سازمان مجاهدین بی جنگ افزار را غافلگیرانه به دام افکنده و دست بسته اعدام کردند. و شگفت‌انگیز و گریه خنداور این که این سپاه مردم ستیز به دست یازیدن به این نابکاری خشم‌انگیز و نفرت آور خود، آن هم انگار با سرفرازی، خستونیز شده است. اسماعیل خویی با آرزوی بردباری و شکیبایی برای خانواده‌های شهیدان افسود: ننگ باد و نفرت بر سپاه مردم کش پاسداران و بر فرمان فرمایی ایران ستیز و جهان ستیز و می همه چیز آخوندی. هادی خورسندی، هنرمند طنز پرداز میهنمان، درباره قتل عام در اشرف و به شهیدان اشرفی نوشت: من که زبانم قاصر است و جانم حیران، از سعدی مدد میگیرم و هنرمندی که این تابلو از اوست، با یاد جان باختگان بیگناه اشرف. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناه کاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد، از بس که دیر ماندی چون شام روز داران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران. ایرج جنتی عطایی، هنرمند ترانه سرای میهنمان، درباره قتل عام در اشرف و دیگر جنایات دیکتاتوری آخوندی نوشت: رد این خون آشوب تا کی و کجا ما را میبرد؟ تو چه کردی با ما؟ پسران در مقتل، پدران در محبس، مادران ماتمیان دخترانشان در خون. تو چه کردی با خاک؟ هرچه باغستان گورستان، هرچه خانه ویرانه، هرچه میدان زندان، دستت از خون شهیدان سرخ است. انجمن قلم ایران در تبعید پی بیانیه‌ای با عنوان محکومیت کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق نوشت: همه شواهد نشانگر آن است که هجوم به پایگاه اشرف در عراق یک توطئه حساب شده و با منظورهای خاص سیاسی انجام گرفته است. این گونه حمله ها برای بارهای پی در پی در حالی انجام می گیرد که ایالات متحده و سازمان ملل پیشتر در یک قرارداد 4 جانبه با دولت عراق و ساکنان این قرارگاه نسبت به تضمین امنیت آنان تعهد داده بودند. حکومت اسلامی همکنون به دنبال چنین توطئه‌های بین المللی در ایران نیز ارگان‌های ترور سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را فعال ساخته و تهاجم به زنان و جوانان در خیابان‌ها را تشدید کرده و اعدام‌ها را افزایش داده است. انجمن قلم ایران در تبعید از همه نهادها و انجمن‌ها و کانون‌های دموکراتیک در جهان می‌خواهد که با گام‌های مؤثر و روشن
از جان و امنیت جانی ساکنان پایگاه‌های اشرف و لیبرتی پشتیبانی کنند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن قتل عام در اشرف خواستار تعقیب قضایی عاملان این جنایات شد و اعلام کرد سازمان حقوق بشر ایران کشتار ساکنین بیدفاع اشرف را قویاً محکوم می کند و دولت عراق و سازمان ملل را مسئول جان و امنیت این افراد می داند. بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق تعداد افراد کشته شده بر اثر تهاجم نیروهای عراقی به 52 تن رسید. تصاویر منتشر شده نشان می دهند که تعدادی از افراد کشته شده دستایشان از پشت بسته شده و گلوله به سرشان اصابت کرده است. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران طی بیانیه‌ای در محکومیت حمله به اشرف اعلام کرد فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران قتل عام پناهندگان ایرانی ساکن اشرف که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو می باشند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند. رژیم ولی فقیه که در طی حاکمیت خود به ترور فعالین سیاسی در خارج کشور، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و سرکوب خونین مردم ایران شهرت خاص دارد، اخیراً پا را فراتر گذاشته و با حمایت از دیکتاتوری‌های دست نشانده خود مانند مالکی و اسد جنایت‌های هولناکی را در این کشورها به پا نموده است. لذا فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت بیدرنگ برای نجات جان بازماندگان، رهایی به گروگان گرفته شدگان، دستگیری و مجازات آمران و عاملان این قتل عام هولناک و ضد بشری است. در پی شهادت 52 مجاهد خلق، شیرین عبادی از مالکی خواست استعفا کند. به گزارش رادیو آلمان، شیرین عبادی دارنده جایزه صلح نوبل نیز دولت عراق را مسئول مستقیم در این کشتار دانست و تصریح کرد که اگر دولت مالکی مدعی است که در این باره مسئولیتی ندارد، باید فوراً استعفا دهد. وی در گفتگویی دولت‌های ایران و عراق را در قبال حمله به اردوگاه اشرف مسئول دانست.